از نظر مغزی رده‌هاشو ببریم بالاتر، در یه مثال بزرگتر هم حتی داشته باشیم که ما امروز میدونیم که همه آدم‌ها وقتی که بزرگ میشن سنشون میره بالا، نوجوانی رو رد میکنن، جوانی رد میکنن، بزرگسال میشن و میانسال میشن و پیر حتی میشن، کودکشون وجود داره، از بین نمیره و اون احساس ها همیشه اونجا وجود داره. این مثبت ها چیا میتونه باشه و منفی ها چیا میتونه باشه؟ لذت از لذات زندگی، لذت بردن از نعمات زندگی، به قول شما همون شیر گرم یا خب میشه مثلا خوردن، درسته؟ دیگه چی؟ خواب هم میتونه باشه؟ آره. شوخی هم میتونه باشه؟ اون چیزی که در واقع ببینید وقتی که انسان ساخته میشه یه پکیجه، یعنی در واقع product out of the manufacturer. برگردیم به اون، اون در واقع وقتی کودکی رو داری میگی، در واقع ما یه product نسبتاً پیور داریم، درست. هر چیزی که شام چه خوردن، خوابیدن، خندیدن، چون بالاخره اینا بخشی از فانکشن اصلی بدن، درست. پس ما خوردن و خواب و عرض شود که خندیدن و شوخی و یه چیزایی هم مثل تو تئوریش میگه اریک برن، مثل به مثال میزنه، اسمش هم میذاره پروفسور کوچولو، کنجکاوی رو هم تو کودک ما قرار میده. خب دیدین تو بزرگسالی هم بعضی آدما کنجکاون، دوست دارن راجع به هر چیزی اطلاعات داشته باشن، راجع به علم، راجع به اطلاعات حتی شخصی آدما، چه میدونم راه و روش‌های مختلف، حتی همین حضور شما تو این کلاس از کودکتون ناشی شده دیگه. گفتن یه آقای موسوی هستش تیه درس میده، بریم ببینیم مثلا چی میگه، بچه چی داره صحبت میکنه، مثلا به چه درد میخوره، چه استفاده میشه ازش. اون بود که اصلا شما رو کشون اینجا، وگرنه شما هیچ تصور عادیه نسبت به من و این کلاس و مطالبش که نداشتین که. نه، اول چیزی که شما رو کشون به اینجا همین کودک درونتون بود. حالا بعد یواش یواش این شناخت شما کاملتر میشه، چون ما معتقدیم که شما اینم میاد. من گاهی اوقات بگم توی کلاس تیه گریزی هم به نظریات مباحث مختلف روانشناسی هم میزنم، قول ندادم 100% به تی ای وفادار باشم و فکر می‌کنم کلاس رو جذاب‌تر می‌کنم. توی در واقع بحث نگرش یا اتیتیود، ما سه نوع نگرش داریم. نگرش‌ها یا مبتنی بر چی هستند؟ شناختن، یا مبتنی بر عواطف هستند، یا مبتنی بر عمل هستند. اینو میگن اکشن، اینو میگن ایموشن، اینو میگن کاگنیشن. یعنی چی؟ یعنی اگه شما مثلا قبل از حضورتون توی کلاس ازتون میپرسن نظرتون راجع به کلاس تحلیل رفتار متقابل چیه و شما میگفتید که چرت و پرت، اینا همش مزخرفه و من اصلا حوصله این دریوری رو ندارم، نگرش شما بر اساس چی بود؟ بر اساس عمل که نبود. عمل یعنی شما برید توی یه موقعیتی یه کاری انجام بدی، تازه بگی نظرت چیه. مثلا شما نمیتونی 100% نگرش درستی راجع به بانجی جامپینگ داشته باشی، مگر اینکه یه بار این کارو کردی. روش کردی؟ نه. پس نگرش حامد نسبت به بانجی جامپینگ نمیتونه نگرش مبتنی بر عمل باشه. ایشون با یه مرتبه بره بالا وایسه، پاشم با کش ببنده، ضربان قلبش هم بره رو 120، 4 5 بارم براش اونجا فیلم بازی کنم، ببرنش تمام تخته بیارنش، به پایین رو نگاه بکنه، دوربین بالا سرش رو چک بکنه، به این فکر بکنه اگه کشش پارشه هم چی میشه، اگه زیادی کش بیاد با سرورم تو آب رودخونه چی میشه، همه اینا رو تجربه بکنه، تازه بگید نگرش مبتنی بر عمل هم نسبت به بانجی جامپینگ چی؟ بنابراین الان نمیتونه باشه. دومیش هم که نمیتونه باشه. نه منو میشناختن، نه کلاس رو میشناختن، نه راجع به تیه چیزی میدونستن. احتمالا ناشی باید باشه از یا شناختای معیوب و ناقص و آلوده که اینا همشون چرت و پرته، این مش حرفای کلی میزنن، اینا خودشون از همه دیوونه ترن، نمیدونم کی با این کلاس اوضاعش خوب شده، برابر این اتفاقی که میفته اینه که بر اساس نگرش های ناقص، آلوده یا مشکلدار ممکنه یه سری افراد راجع به هر چیزی پیش قضاوت هایی داشته باشن و رفتار بکنن. این میتونه خورده داستان درست بکنه اگر حواسمون بهش نباشه. خب ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟ تفاوت بین اموشنال و شناخت، درست شناخت‌های آلوده، این در واقع برکت درستی شما گذاشتین، شناخت آلوده یعنی یک اطلاعات نادرستی من داشتم بر اساس یک صحبت‌های اطلاعاتی که من گرفتم یک قضاوت نادرستی کردم،
این بوردرش با اون اموشن کجاست که من متوجه بشم در این مثال براتون زدم. من قبل از اینکه کلاسشو کنم براتون یه مثال زدم در مورد یه مریضی که وارد یک از کلینیکا شده بود و یکی از همکارای ما رو خواسته بود اذیت بکنه. وقتی من برای شما تعریف کردم که اون آدم چیکار کرد، شما چی اینجوری کردی؟ وقتی من داشتم تعریف می‌کردم چی شده؟ ایموشن شما نسبت به اون اتفاق احساس تنفر و نفرت و اشمئزاز بهش می‌کرد، از مشمئز شدن اشمئزاز شما نسبت به اون حرکت اون مریض باعث شد که اینطوری کنی، اینطوری هم کردی. ولی من به عنوان درمانگر این چیزا برام عادیه، برای اینکه من توی بیمارستان مختلف مدفوع کردن مریض رو دیدم، با قندون زدن تو سر هم، خون تمام بدنشون گرفته، همون خون اومده تو صورت من، روانشناس زده، من رو دیدم. برای من اصلا اون حالت عاطفی رو ایجاد نمیکنه. نگرش من بر اساس اطلاعاتمه، من میدونم که اون مریض چه اتفاقی تو مغزش داره میفته و همون حس ترحمی که نسبت به یک آدمه بدبختی که گوشه خیابون نشسته رو گدایی میکنه به همون مریضی دارم که خیلی ممکنه رفتارش هرس دربیار باشه، چون میدونم مریضه. من با نگرش عاطفی بهش نگاه نمیکنم، من بر اساس نگرش عقلی بهش نگاه میکنم. هیچ محلی هم برای تفاخر نیست. من روانشناس باید اینجوری باشم. بقیه مردم تا به اون میزان از آگاهی و اطلاعات برسن احتیاج به ترین شدن، آموزش دیدن و تجربه گرفتن، اون موقع اونا هم نگرششون عوض میشه. یه زمانی بود خیلی راجع به ترانسکشوالیتی یا مثلا همجنسگرایی اطلاعاتشون ناقص بود، برای همین خیلی با سیستم‌های ارزش‌گذاری و عواطفشون راجع به اینا صحبت می‌کردن، آدم‌های کسی به فلان و فلان. امروز روز در سال 2015 ما می‌دونیم که اطلاعات خیلی از مردم رفته بالا. هرچند همین الان هم خیلی از آدمایی که مذهبی‌اند تفکرات صرف مذهبی دارن اینطوری دارن به این افراد نگاه می‌کنن، ولی الان خیلی نظرشون عوض شد. چرا؟ چون با اطلاعاتی که توی سیستم شناختیشون به دست آوردن نگرش عاطفیشون تعویض شده با نگرش عقلانی. این مرز است. این مرز باعث میشه که شما نسبت به خیلی چیزها تفاوت چی داشته باشید، تفاوت دید داشته باشید. حالا بریم، من خیلی وارد این نمیشم، فقط یه گریزی بود برای تکمیل مباحث تی ای. جالب، خیلی جالب. خب بریم سراغ ادامه داستان. گفتیم مثبت ها چیه؟ شوخ طبعیه، کنجکاویه، دیگه چیه؟ خلاقیت. شما وقتی خلاقیت داری کودکته که داره چیز میکنه، برای همین میگن آسیب تو دوران کودکی و نوجوانی بزرگ ساله، با اعتماد به نفس پایینه، ترسو، غیر خلاق میسازه. وقتی شما بچت داره دست میکنه تو کیک، فشارش میده، میپاشه همه جا رو بکن میکشه، میزنیش، داد میزنی، نکن بهش میگی، خلاقیت رو برای ابد توش میکشی. وقتی هیچ وقت تو زندگیش درآمده، هیچ وقت توی زندگیش درآمده، تاکید میکنم جرأت یا باور این که میتونه راه حل متفاوتی رو داشته باشه نمیتونه تو خودش روش بده، برای همیشه آچمزه تو زندگیش. پس خیلی مهمه توی اون سن ما بچه همون رو کمی رها بذاریم، شستن یه مبل یا تمیز کردن یه چه میدونم فرش یا کف خونه یا $5 $10 پول یه کیکی ممکنه حیف اومده بشه، واقعا میارزه. به ما در آینده یه آدمی داشته باشیم که به قول معروف کریتیویتیش بالا باشه، سلف استیمش بالا باشه، سلف کانفیدنسش بالا باشه. اینه با همه فرق داره ها، بعدا واردش میشیم. سلف کانفیدنس با سلف استیم خیلی فرق داره. خب دیگه چی داره کودک؟ من منفیاش هم بذاری بنویسم شما را بیفت بگی دیگه. همه خشم، خشم، اتلاف وقت، چون بازیگوشی یکی از خصلت کودکه. حالا من ترم در واقع سایکولوژی بازیگوشی رو نمیدونم چیه، ولی در کنارش نمیدونم، چون بالاخره یه چیزا رو من فیلدر نیست، یه چیزا جنرالی من میدونم. لغت دیسیپلین نمیخوام به کار برم. بگم ترس، خش، ترس، بچه ترس نداره، نفرت، دست شما در نکنه، فقط داد بزنه سرش میترسه. بچه ترس نداره، ترسشون از بزرگا کمتره به نظر من. راجب کمی زیادش بحث مون، راجب اینکه وجود داره ترس. ترس از کودک میاد. یعنی شما بزرگم که میشی، من الان با ایشون میگم که پایه‌ای بریم مثلا الان عراق، مثلا بریم کربلا رو زیارت، به ایشون میگم ممکن نهید، به ایشون میگم ممکنه بیاد. ایشون میترسه نمیاد، ایشون نمیترسه. بس الان تو کودک ایشون چیزی به نام ترس قوی‌تره، تو کودک ایشون چیزی به نام ترس ضعیف‌تره. ریلکس. پس خشم، ترس، نفرت، دیگه چی تو کودکه؟ عشق، دوست داشتن.
این منفیه؟ نه جز خسلت دوتاش هم میتونم برای باشه باشه. بعضی از اینا میتونه مصاحب بشه، میتونه منفی باشه، بعضیش کاملا تنفر؟ نفرت نوشته جوتاش هم میتونه باشه. تازه خشمی که من الان تو منفی نوشتم میتونه تو مثبت هم باشه. شما آدمی رو در نظر بگیرید که تو کودک درونش میزان خشم و عصبانیت این آدم پایینه. خطری که این آدم رو تهدید میکنه چیه؟ تبدیل به یک آدم میشه که کودک تطابق یافته منفیش بالاست. برای همین همه آدما میتونن به خاطر اینکه این زود خشمگین نمیشه و از حقوق خودش دفاع نمیکنه این ابیوزش کنه. بولیش میکنن زیاد. بولی فارسیش چی میشه؟ قلدری؟ قلدری. بولی میشه قلدری. دقیقاً کسانی که نه نمیتونن بگن شخصیتایی هستند که کودک تطابق یافته منفیشون بالاست. حالا بازش میکنیم. خب پس ما یه سری خصوصیات داریم که توی کودک قرار میگیره. اینا میتونه مثبت باشه، میتونه منفی هم باشه. بعد من تقسیم بندی دیگه ای روش اضافه خواهم کرد. چیز دیگه نمیخوایم بین اضافه بکنیم؟ منفی بچه ها درسته؟ خشم و ترس و نفرت و عشق و تنبلی؟ بذار خیالتون راحت کنم. کلن چیزایی که تو این طبقه قرار میگن یعنی ایموشن ها مال کودک. شما هیچ آدمی رو نمیتونی پیدا بکنی که ایموشنی گزارش بکنه بتونی طبقه بندیش کنی توی والد یا بالغ. اصلا والد در واقع ایموشنالی رفتار نمیکنه. چرا؟ یه مدلی از والد به نام والد حمایتگر داریم که نسل کوچیک‌تر از خودش یا همسرش یا آدمای دیگه تو جامعه رو حمایت میکنه، بهشون سرویس میده، دلسوز نگرانشون میشه. اوکی اونجا یه استثنا ایموشن داره، ولی در قالب موارد والد کلا ایموشنالی رفتار نمیکنه. کودک که احساسی رفتار میکنه. وقتی میگی که منو ببین، بهم بیشتر توجه کن، بهم زنگ بزن، بهم ابراز علاقه کن، همش داری با کودک طرف میزنی، وقتی طلب محبت میکنی. ولی وقتی که میگی مشکلی داشتی به من زنگ بزن، مثلا من داشتم میام اینجا، شما چندین بار من بودی هر جایی هر قسمتی گیر کردی زنگ بزن میام دنبالت، یعنی والد حمایتگر شما در مورد من خیلی خوب کار کرده و من حمایت کرده که ما مراقبت هستیم، اصلا نگران نباش، تلاش تو بکن بتونی خودت به موقع برسی، ولی هر چیزی کردی ما میمونیم. پس اون والد حمایتگر اونجا هم کار میکنه. ولی در کل کودک درون هر آدمی خصوصیات روانیش ایناست. حسادت کجاست؟ اونم میماشنه دیگه. کینه کجاست؟ دیگه چی؟ تنبلی. آفرین، تنبلی هم همینجاست. نذاشتش ولکن نبایی با تنبلی تنبلی. آره این خیلی مهمه، خیلی جالبه. فصل مشتره که اکثر آدم ها اینه. تو خیلی از آدم ها این مشکل وجود داره. شما کمتر آدمی رو میتونی پیدا بکنی که به طور کلی بگه من هیچ نوع تنبلی ندارم. تنبلی اسپکترومه، طیفه. می‌بینی بعضی آدم تو بعضی کارا خیلی اکتیو، تو بعضی کارا تنبلن. عدم علاقه معادل تنبلی نیست؟ چرا؟ یکی از دلایل تنبلی عدم علاقه، موتیویشن، انگیزه و سیستم‌های تقویت و پاداش. مثلا اگر من به شما بگم که برای شما سباب نوشته میشه، اگر بری هرچی مثلا سیاه بدبخت بی خانمان تو ویرجینیا هستش رو یه روز بهشون غذای گرم بدی. حالا همینو من به تو بگم در مورد مثلا ایرانیایی که مثلا تو ایران هم بری این کار رو بکنی، بسته که به میزان ارزش گذاری تو در مورد انسان‌ها و باورهای ذهنی و مذهبی و خیلی چیزهای دیگه ممکن در مورد یکی از اینا تنبلی کنی. خب این از کجا ناشی شده؟ ریشش چی بوده؟ عدم علاقه یا مهیا نبودن مثلا. خب آره دیگه همین. خب این از کودک. تا جو کودک چیزی نمیخوام بگیم، ما بریم سر بعد بچه‌مون رو بزرگ کنیم دیگه. یعنی الان تا چند سالشه؟ این تا زیر دو سال یا زیر پنج سال؟ من تو 50-60 ساله هم دیدم تا کی انسان فقط یه بچه داره. یه بچه دوم شخصیت که نمیدونیم کدومه، بالغی یا والد. خب اضافه میشه عرضم بزرگتون که فاکتوراش میتونم اصطلاح شما رو به قول معروف بگیرم اسپکترومه، چون بین آدم ها بلوغ فقط بلوغ جسمی نیست، بلوغ فکری در آدم ها مختلفه.
بعضی ها ممکنه در بلوغ جسمی بلوغ فکری و شخصیت پیدا بکنن، بعضی ها قبل از بلوغ جسمی، بعضی ها ممکنه مدت ها این تأخیر پیدا. یک منم دارم اصلا استاد کاملا درس بود قبل از که بیام. نه خب داره نه اطلاعاتش خوبه ماشاءالله میگه درست داره میگه. این نشون میده که ایشون مطالعات اولیه خیلی خوبی توی موضوع داشته. بله اما ما بالاخره باید بتونیم مثل داشته باشیم دیگه. ما وقتی داریم میگیم این کودک ما توی انسانی کل شخصیتش رو فرا گرفته و فقط کودکه، این چی؟ یعنی شما اگر داری راجع به این کار گناه داره، این کار زشته، این کار بده، اون کار رو نکن، اون کار رو بکن، با یه بچه دو، سه، چه بسا حتی چهار هم صحبت میکنی، یعنی داری آب تو همه میکنی، فایده نداره. این اصلا تو این سیستم فقط دنبال به دست آوردن لذته و فرار از درد و رنج که کاملا بیسیکه، یعنی نیازهای غریزی و در واقع اولیه خودش. نمیتونی راجع به تأخیر انداختن نیاز صحبت کنی و نمیتونی براش محدودیت قائل باشی. خب برای همین هم هستش که وقتی این بچه شخصیت آدمای بزرگسال میاد بالا تو بزرگسالی و فقط با کودکشون دارن رفتار میکنن، تبدیل موجود خیلی خطرناکی میشن که فقط نیازهای خودشون براشون مهمه و لذت خودشون براشون مهمه، هیچ چیز دیگه هم نمیتونن در نظر بگیرن. خب بریم حالا بازش میکنیم در ادامه تا چند سر دیگه میتونه باشه. ها سوالی که پرسیدن بود، گفتم والد ما دومین بخش شخصیت قرار بدیم یا بالغ؟ رو کسی جواب نداد. اگه نمیگی من بنویسم بالغ شاید، یعنی دومین بخش شخصیت ما که ما الان به دو بخش تقسیمش کردیم این کودکه بود، دومین که شکل میگیره چیه؟ بالغ. من بین با ما کودک داریم، بالغ داریم و والد، درسته؟ در این تقسیم بندی بین کودک و بالغ ما یه استپ دیگه که وسط ها هست، یه درجه تلاش میکنین جواب منو بدین وقتی جفتشون رو هنوز کاملا نمیشناسید. خیلی من میگم و بعد توضیحش میدم. چون یه کودک هم میتونه نقش والد رو حتی بازی کنه، یا یک کسی که از کودکی در میاد، مثلا یه بچه 7-8 ساله 10 ساله مثلا از برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر میخواد مواظبت کنه، اونجا داره نقش والد رو بازی میکنه. آره اما که هنوز والد نشده. آره اما ما تعریف دیگه ای از والد داریم برای تمیز دادن و اینکه بگیم از این نقطه این آدم والد شکلی بود. اولا که اولین علامت و نشانه شکلگیری والد در یک انسان پذیرفتن یک اتفاق مهمه که اولین شوک زندگی همه ماها بوده، اونم توالت ترینینگه. که شما دیگه نمیتونین توی خودتون رشد کنین، رودتون رو رها کنین، مثانتون رو رها بکنین و هر لذتی رو که دوست دارین لذت ببرین. بنابراین اینو باید با یه مقدار خب ما در مورد این آدم زمانی میتونیم بگیم این بچه ما، حالا اسمشو مثلا میتونیم بذاریم چی بذاریم؟ اسم فرزند رو؟ آره حامد. چیش کنه؟ حامد. این حامد ما الان دومین بخش شخصیتش داره شکل میگیره. دومین بخش شخصیتش از زمانی شکل میگیره که خانواده جدیترین من رو براش میذارن و اونم من مدفوع و ادرار کردن تو خودشه، باید بره دستشویی. بنابراین لذت رها کردن رو بس کنیم آقا به خواهی زدیم لذتی رو باید به تأخیر بندازه که بی قید و شرط تا به این سن لذت داشت براش و اصلا هم به خودش سختی نمیداد که مثانه رو کنترل کنه، روده رو کنترل کنه. بنابراین اولین در واقع تابلو استاپ ساین تو زندگی جلوش قرار میگیره و اولین منعیات رو تو خود زندگی خودش داره تجربه میکنه. حالا از این سن به بعد، یعنی از سن توالت ترینینگ به بعد، آدم ها یواش یواش دایره والدشون و ممنوعیت های زندگی رو بکن نکناشون بیشتر میشه، اینا اضافه میشه. به بزرگتر سلام کن، جلوی بزرگتر پتو دراز نکن، به اعتقادات و مذهبی کسی توهین نکن، صبح که از خواب پا میشی سلام کن، دستتو تو دماغت نکن و و و و اینا هی زیاد میشه. حالا اینا با هم فرق داره تو آدم رو مختلف. تو بعضی آدم ها یه خورده خلوت‌تره، تو بعضی آدم ها یه خورده شلوغ‌تره، تو مال بعضی چیزایی هست که تو مال بعضی نیست. اینا یه تفاوت هست.
ولی بخوای حساب بکنی نقاط اشتراکش زیاده. یعنی تو والد خیلی ها دزدی نکن و دروغ نگو، تجاوز نکن و غیبت نکن و نمیدونم این داستان ها هست و ضبط شده. توسط کیا ضبط شده؟ اولین کسانی که والد هر آدمی رو شکل میدن، پدر و مادر و خانواده اولیه که دور و برش هستن هستش و بعد فرهنگ و جامعه و سنت و خیلی چیزای دیگه که آروم آروم این از اون سن شروع میکنه هی پر شدن توسط پیام‌هایی که از محیط میاد یعنی جمع میشه. یه خصوصیتی که والد داره چیه؟ اتوماتیکه. اتوماتیک یعنی چی؟ یعنی مثل این نوارهایی که تلفن‌های قدیمی یادتونه انسنگای یا همین الان آی سی ریکوردر یا هر چیزی که زنگ می‌زنی پیغامو شروع می‌کنه اتوماتیک بار پخش می‌کنه با سلام شما با شماره من تماس گرفتین فلان. والدم بدون فکر عمل می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی از قبل بهش قبلا یا نسل‌های گذشته یا خانواده‌ای که بهش آموزش دادن یا فرهنگش اینا رو قبلا بهش فکر کرده، تصمیم گرفته شده، به این آدم فقط دیکته‌وار گفتن و اون تو خودش درونی کرده. ما هیچ کدوم راجع به اینکه چرا نباید پامون رو جلوی بزرگتر درست کنیم فکر نکردیم. منظورم فانکشنالی ها، یعنی ببین کار کردش چیه. یا اگه پامون رو جلوی بزرگتر درست کنیم چه بد کار کردیم ایجاد میشه. ما فقط پذیرفتیم درونی کردیم و داریم عمل میکنیم. خیلی چیزهای دیگه هم تو رفتار ما ریشش از والد میاد. خیلی چیزها هم نمیاد. ولی اونایی که به صورت اوتوماتیک و به صورت فکر نشده در رفتار ما وجود داره از والد میاد که تو فرهنگ مختلف ممکنه وجود نداشته باشه. حالا میتونه درست یا غلط باشه؟ آفرین، میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. حالا با چی درست یا غلط بودنش محک زده میشه؟ با بخشی از شخصیت به نام بالغ که کی شکل میگیره؟ یعنی الان این حامد ما که دومی بچه شخصیتش هم شکل گرفته و داره هی غنی‌تر میشه با مثلا پیغامایی مثل دزدی نکن، مثلا صدقه بده، اینجا میگن دونیت کن، دونیشن، مثلا برو مثلا این کاری بکن دیگه. چی کار مثلا نکن؟ دروغ نگو، مهربان باش، کارگوشا باش، درس بخون، درس بخون و خیلی چیزه این دیگه. تعریف شما از والد چیه به طور کلی؟ در Great question. تحلیل رفتار ما به بخش از شخصیت میگیم والد که وظیفه اون حمایت کردن و محافظت کردن و محبت کردن و پروتکت کردن از دیگران یا انتقاد کردن و سرزنش کردن از دیگران. این دو تا کار رو انجام این باز میشه جلوتر. من فقط دارم فعلا کلیتشو میگم. هرچی بریم جلوتر از این فضای ابهام کلاس ما میایم بیرون. برای همینه که نگران نباشیم، یه خود تعامل کنید این ابهام رو، جلوتر که میریم باز میشه. خب حالا این آدمه که ما داریم راجعش صحبت میکنیم دیگه داره کامل میشه، یعنی دیگه از اون حالت اومد بیرون. یادتون هم باشه به صورت قراردادی ما والد رو بالا می‌نویسیم، بالغ رو مرکز می‌نویسیم و کودک رو پایین می‌نویسیم. حالا بعداً اگه خواستین وقتی بود براتون میگم چرا می‌کنیم، قراردادش هم داستان داره. خب این والد و بالغ ما و کودک ما کی یک بخش جدید رو تو شخصیت تجربه می‌کنم به نام والد؟ خودش مستقلن بتونه تمام تجربیاتی رو که بهش داده شده. سوالی که از من بپرسید این کسی این بالغ چی هست؟ مشخصاتش چیه؟ بالغ به سن یا به رفتار؟ به رفتار. چون اول بگم ببخشید وقتی داریم راجع به این دایره ها صحبت میکنیم باید میشه استیت هم اینا، اینا حالت هم. حالتی از تفکر هم. حالتی از نگاه به دنیا. شما میتونید با هر کدوم از این ستا به خیلی از موارد مختلف نگاه بکنید. مثلا توی بالغ ما در مورد مسائل لوجیکالی فکر میکنیم، منطقی نگاه میکنیم، دنبال کازالیتی هستیم، دنبال علت و معلول بودن وقایع میگردیم، عصبانی نمیشیم، هیجان زده نمیشیم، مبتنی بر قضاوت نمیریم جلو، دانسته های علمی برامون مهمه، روابط بر اساس این اگر آنگاه آن راجبش حرف زده میشه. میدونی
مثلا میگیم اگر پاتو جلوی بزرگ در دراز کنی آنگاه نتیجهش این خواهد شد. ولی تو والد شما سوالات زیاد رو از نسل قدیم پدران و مادران رو پرسیدیم و ایشون جواب کانکاندی به اونا داد. جوابی که بتونیم از طریق بالغ آنالایزش کنیم بگیم آره این میشه گفت جواب بالغانه است. خب بر اساس مثالی که شما زدی، مثلا قبول کردن اولی مسئولیت یا من شدن از یک رفتاری که با آزادی میتونستیم رو داشته باشیم، انتقال به نظر من از کودک به بالغ. آره دیگه، انتقال از کودک به بالغ، انتقال از کودک به بالغ، مثلا همون کودکی که یاد میگیره چجوری دستشویی بره خودش. نه تو تیه ما اینطوری نمیگیم. تو تیه ما میگیم بالغ رفتاراش مبتنی بر اصل واقعیته. یه چیزی بذاریم بهتون بگم، ما تو روانشناسی یک بحثی داریم به نام پلیجر پرینسیپل. اگه درست میسم دیکتشو برم بگم، پرینسیپل این اصل لذته. کودک بر اساس اصل لذت رفتار میکنه، یعنی هر چیزی که براش لذت بخش باشه رو دنبال میکنه و از هر چیزی که براش احساس ناراحتی بکنه فراریه و هر چیزی که براش محدودیت بیاره و لذتش رو به تعویق بندازه بدون در نظر گرفتن هیچ چیزی. والد بر اساس اصل چی رفتار میکنه؟ مطلق گرایی، همه چیز مطلقه. توی والد هیچ چیز استثناء و انعطاف و نسبیت نداره، همه چیز مطلقه. دروغ دروغه. وقتی با والد داری به داستان نگاه میکنی، این که در اینجا میشد بگیم اونجا نمیشد بگیم توجیهه. والد میگه ما همچی چیز رو قبول نداریم، این کار گناه، زشته، غلطه، بده، این استثناءه. این بالغه بر اساس ریالیتی پرینسیپل، اصل واقعیت. میگه بر اساس شرایط ما یه انعطافی میتونیم داشته باشیم، این نسبیه. ممکنه یه جایی دروغ لازم باشه جون هزار تا آدم هم نجات بده، خیلی بهتر از اینه که شما بگی من چون یک بار شنیدم آقا ترکا بودی که بار همینه که هست و نبایدم دروغ گفت، هزار تا آدم هم کشته بشه که سرشو بگیره بالا بگی من آدم راستگویی بودم. نمیشه. بنابراین این نظرش اینه. قضاوت هم راجع به هیچ کس نمی‌کنه. یعنی شما الان بیا اینجا راجع به مثلا همین قانون اخیری که تو آمریکا تصویب شد در مورد ازدواج همجنسگرایان صحبت بکنی، آدم‌ها یا با این صحبت می‌کنن یا با این صحبت می‌کنن یا با این دیگه. هر کسی بر اساس میزان غالب بودن وجوه مختلف شخصیتش، چون می‌بینیم که امروز می‌بینیم تو تیم ما می‌گیم بعضی‌ها والد شخصیتشون غالبه، راه میرن هی عینو ایراد می‌گیرن. بعد ممکنه اون یکی بچه والدشون هم که بعد بازش می‌کنم هم فعال باشه، یعنی والد حمایتگرشون هم خوب باشه. اما معمولاً اینجور آدم‌ها آدمایین که شرط دارن برای اینکه ازت حمایت کنن. مادامی که حرفشون رو گوش کردی، از انتقاداتشون ناراحت نشدی، دنیایی که برات ترسیم کردن رو قبول کردی، باهات خوبن. به معنی که از اون دنیایی که اونا برات ترسیم کردن خارج شدی، حمایتشون هم برمی‌داره. یعنی اون بچه وارد حمایتگر شخصیتشون هم از بین میره. بنابراین وقتی دارن راجع به مثلا ازدواج همجنسگرایان صحبت میکنن، وقتی با والد دارن صحبت میکنن مرتب میگن این کار خلاف اخلاقیات، این کار باعث اشاعه فحشا میشه، در مذاهب مختلف این کار منع شده، نمیدونم ولی وقتی چی داری. اما اگه بخوای بیای با بالغ ازشون سوال کنی چرا، نتیجه این کار چیه، اگه مثلا ما بگیم دزدی تو جامعه خوب نیست و کار خطا و گناه و اشتباهیه که با والد هم بهش نگاه میکنیم، حتما بالغ تاییدش میکنه، چون ما میتونیم نتایجشو ملموس توی یک آزمون، توی یک تست، توی یک مشاهده میدانی ببینیم. ولی در مورد این داستان توی اون مبحث ازدواج همجنسگران بحث برای همینه که تو دنیا نمیتونن به نتیجه واحد برسن دیگه. البته رسیدن، کشورها قانونشون گذاشتن، افرادی که مخالفت میکنن جایگاهشون اصلا متفاوت از قانونگذارا و بقیه مردم. امروز روز به این نتیجه رسیدن که هیچ آدمی در جایگاهی که خودش قرار داره، مثل چپ دستی راست دستی، هر وقت یک چپ دست بر اساس تلقین، فشار یا هر چیز دیگه چپ دستی رو بوسید گذاشت کنار راست دست رو، حتما آدمای سالم هم به دنبال آدمای همجنسگرا اورینتیشن جنسیشون رو تغییر میدن و میرن سراغ همجنس خودشون. بنابراین نتیجه که میگیریم اینه که اساسا اگه به بالغمون میدون بدیم مسئله رو آنالیز بکنه، جواب کاملا متفاوت از والد در میاد. بعضی وقتا میبینیم که تایید میکنه بالغ، والدی که اصطلاحا تو تیه بهش میگن فیلتر بالغ. یعنی ما میایم نگاه میکنیم یه سری چیزا هم که از گذشته اومده، از مذهب اومده، از فرهنگ اومده، از نمیدونم جامعه اومده،
بالغ تاییدش میکنه. یعنی شما تو آزمایشگاه چون میدونید که بالغ فقط بر اساس منطق میره. منطق هم یعنی روابط علی و معلولی. من این متغیر رو میذارم زیر میکروسکوپ، این مثلا تغییراتم روش اعمال میکنم، نتیجهش هم میبینم. تو روش تغییرش میگم متغیر مستقل، متغیر وابسته. متغیر مستقل در اختیار شما در واقع آزمونگره. متغیر وابسته نتیجه تغییراتیه که شما روی متغیر مستقل میدی. مثلا فرض بکنید شما میگی که دعا باعث افزایش عملکرد امتحانات بچه‌ها میشه، تو امتحانات نمرتشون بهتر میشه. خب این ممکن از والد یه نفر اومده باشه. یه نفری که بالغ محوره میگه از کجا منو اصلا کی گفته دعا اثر داره؟ میگه بیا آزمایش کن. میگه باشه. میگه تو ورود دانش آموز رو میاریم، یه سری چیزا رو هم توشون همتا میکنیم، پوششون، جنسیتشون، طبقه اجتماعیشون و خصوصی یک تقریبا تو یه رنج باشن. یه گروه بهشون میگیم 10 دقیقه قبل از اینکه برن امتحان بدن، حالا بر اساس مذهبی که دارن، این مسلمان هم مسیحی هم هرچی هستن، 10 دقیقه دعا کنن و برن امتحان. یه گروه هم بهش میگیم اصلا دعای در کار نیست، همینجوری برن امتحان. بعد میایم نتایج امتحانا رو در میاریم، نگاه میکنیم اون گروهی که دعا کرده بودن 30 درصد نمراتشون بهتر شده. اینجا دیگه از اون حالت والد در میاد و تبدیل میشه به چی؟ تقسیم بندیتون اول برای شما من این کشیدم و الان بهش اشارتی میکنم. میشه والد بالغ، یعنی والدی که بالغ هم تاییدش میکنه. درست از گذشتگان ما اومده، درست از فرهنگ ما اومده، درست از پدران ما اومده، ظاهرن هم ناشی تحقیقات علمی و علمی و معلولی و اطلاعات و این داستان ها نبوده، رفرنس خاصی هم نشد، ولی وقتی اومدیم به هوتی آزمایش گذاشتیمش تایید شده. یعنی بالغ ما هم امروز بر اساس تحقیقاتی که تو محیط های آزمایشگاهی انجام میده به این نتیجه میرسه که دعا کمک میکنه به عمل کرد آدم ها در موقعیتی که اضطراب داره، حالا مثلا یکیش امتحان. درست؟ اما والد والد چیه؟ نه جالب بگیم تقسیم‌بندی خوبیه. من اشارتی هم بکنم، مباحثی که الان دارم در مورد تقسیم بندی میگم فقط تو کتاب تحلیل رفتار متقاطع آقای ون جونز و یان استوارت که از ادامه دهندگان مسیر آقای اریک برنن، چون آقای اریک برنن که ما داریم تئوریش درس میدیم الان خیلی وقت فوت شده، بعد از ایشون یه سری روانشناسای دیگه اومدن تو حوزه تحلیل رفتار که به اینا نسل جدیدهای تی ای گفته میشه که از جمله آقای ون جونز و یان استوارت هستن، که در واقع اونا تقسیم بندی رو قائلن که در زمان حیات اریک برن همچین تقسیم بندی وجود نداشت، ولی امروز با دقت و تیزبینی بیشتر افرادی مثل ون جونز و یان استوارت ما میبینیم همچین تقسیم بندی هم وجود داره و جالب هم هست، من خیلی دوستش دارم. اما تو والد والد ما چه نوع رفتارهایی رو میبینیم؟ رفتارهایی رو میبینیم که به قول معروف بالغ ازش حمایت نمیکنه. بعضی وقتا حتی شاید نیازی هم نیست بالغ حمایت بکنه و کاملا والدانه است، یعنی با تأکید داریم میگیم والد والد کاملا از والد میان و میتونن مثبت باشن، میتونن منفی باشن، بعضی وقتا بستگی به نتیجه شون. مثلا فرض کنید منفی شو مثال بزنیم، شما بگید والد والد اینه همین همجنسگرایی، مثلا بگیم که مثلا موافقت میکنیم با این به خاطر اینکه هر کس آزادی داره که تصمیم خودش رو بگیره. نه والد والد نمیشه، والد بالغ میشه. نه درست میگه، چون برامون چیزشو باز نکرده تبصره نذاشته مثال خوبی بود، چون هر کسی آزاد هر کاری دلش میخواد بکنه نباید همجنسگرایی آزاد باشه. نه نه به این دلیل، چون چون هر کسی ممکنه هر کاری دلش بخواد بکنه، بعد ما بگیم چون آزاده باید مثلا افردا بگیم که آدمایی که دوست دارن مثلا آوتدور سکس هم داشته باشن آزادن، میتونن تو خیابون روابط جنسی داشته باشن چون حقشون دلشون میخواد، این فانتزیشونه. نشو تبصره داره، اونا به این دلیل آزاد نیستن. بله این مثال خوبی بود، کسی که با والد والدش به داستان نگاه کنه خیلی چیزا رو ممکنه به راحتی آزاد بدونه یا خیلی چیزا رو به راحتی منع کنه، چون والد والد بیسیکلی خیلی روی هیستوریکال انفورمیشن میاد دیگه، یعنی اون چیزایی که استابلیش شده. احسن، دقیقاً نکتهش همینه. ما راجع به چیزایی که قبلا نسل‌های گذشته فکر کردن و توش ما در واقع بحثی نداریم میستیم و میگیم والد والده، که میتونه خیلی وقتا غلط باشه. به عنوان مثال توی ایران قبل از به
به جرات میتونیم بگیم دیگه مثلا زمانی که رضا شاه حکومت رو در واقع دست گرفت آروم آروم این اتفاقات، ولی پیش از اون شما اگر دختری قبل از زوج ابروهاشو برمی‌داشت اصلا پذیرفته شده نبود، یعنی این نشون دهنده بود که این دختر فاحشه است یا دختر خوبی نیست. یعنی یکی از ملاک‌های ویرجینیتی و بکارت یک دختر ظاهر صورتش و مخصوصا ابروهاش بود، یعنی اگر ازدواج می‌کرد با برمی‌داشت قبل از اون حتما این دختر بچه. این تو والد والد خیلی ها بود، خیلی ها مثلا نمی‌پرسن اصلا چرا، چه ربطی داره، به چه دلیل چهار تا مونی که ممکن اینجا باشه بودن یا نبودنش ملاک خوب یا بد بودن منه. علل خصوص که زیبایی ظاهری که حتی دین رو هم اگه نگاه بکنید دیگه اندازه صورت رو مجاز دونستن که آقا تونه معلوم باشه، و تازه آرایش هم تعاریفی داره که تو فقها ها دعوایی که حالا این آرایش آیا استفاده از مواد آرایشه یا اصلاح مثلا عرقو که اونم حالا میتونه گناه باشد یا نباشد که خیلی بحثش پیچیده میشه بماند. توی این ماجرا اومدن دیدن که با بالغ نگاه کردن دیدن که اصلا ربطی نداره، مگه افاف و پاکدامنی فقط به بودن ابرو مثلا برداشته است یا نه. این آروم آروم به خاطر فیلترینگ بالغ حذف شد. یعنی شما دیگه نگاه بکنید از مثلا 30-40 سال پیش به این ور این به شدت گرفت و امروزه تقریبا 95% من به جرات میگم تو خیابون ببین دختر مجرد که ازدواج نکرده روشون برمیدارم، بیشتر شاید 98%. خیلی نادره اصلا شما واقعا میباید بگردی بتونی یه دختری پیدا کنی که ازدواج نکرده و ابروهاش هم برنداشته. تقریبا از دبیرستان کارو میکنه. چرا؟ عرضم به حضورتون که شما دیدید که ما تو والد بخش به نام والد والد داریم، بخش به نام والد بالغ داریم که توسط بالغ تأیید میشه، مثل خیلی از احکامی که از والد ما اومده و امروزه. ما میدونیم که بالغ که مبتنی بر اطلاعات تجربه است، منطق و یه متر خیلی مهم عقل سلیمه. این هم یادمون باشه ما همه چیزی که نمیتونیم تو آزمایشگاه آزمایش بکنیم یا همه چیزی که نمیتونیم بر اساس اطلاعات و یافته‌های پژوهش‌های علمی داشته باشیم، ولی چیزی به نام عقل سلیم هم وجود داره دیگه که تقریبا 99.99% آدما بهش اعتقاد دارن و بر اساس اون رفتار میکنن. مثلا اینکه عقل سلیم به من میگه که اگه من برم با سر تو شیشه احتمال آسیب دیدنم بیشتر از آسیب ندیدنمه. آره میتونیم اینو تحقیقش بکنیم تو آزمایشگاه، صد تا آدم هم پیدا کنیم که داوطلب بشن این کار بکنن، از اون صد تا ممکنه 5 نفر هم سالم از اون شیشه بیان برو، ولی 95 نفر ممکنه این آسیب رو ببینن. اما چون این کار اخلاقی نیست و ما مجاز نیستیم به انسان آسیب بزنیم، همچی چیزی رو هیچ وقت تحقیق نمیکنیم، ولی نتیجهش همونقدر برای ما محترمه که انگار از این تحقیق علمی اومده. چرا؟ چون ما از چیزی به نام عقل سلیم داریم استفاده میکنیم. بنابراین یکی از مترهای ما برای اینکه چه رفتاری بالغانه است و چه رفتاری بالغانه نیست، عرضه اون به مؤلفه به نام عقل سلیمه. پس ما این مؤلفه عقل سلیم رو داریم و رفتاری که به عقل سلیم بخوره میگیم بالغانه و رفتاری که به عقل سلیم نخوره میگیم بالغانه نیست. خب والد کودک کدوم بخش از شخصیت ماست؟ والدیه که مستقیما پیامش رو به کودک طرف مقابل میفرسته. یعنی شما بعضی وقتا یه امر و نهی رو میکنید، یه چیزی رو میگید که مستقیما انتظار اطاعت دارید. اطاعت از کدوم بخش میاد؟ توی کودک من یه چیز دیگر هم باید اضافه بکنم، یه حالت دیگه هم ما داریم توی کودک به نام اطاعت یا obedience. وقتی شما به خانومت میگی که من دارم میرم سفر، برمیگردم یه ماه دیگه، ولی توی این یک ماه هر جا رفتی برو الا دانتان، دانتان نمیری، یعنی چی؟ یعنی والد کودک انتظار از طرف مقابل میره که بگه چشم ازم نگران نباش من دانتان میرم. یعنی شما طوری صحبت میکنی که فقط اون بر بگه چشم، بحث دیگه هم نخواهیم بشه. اینو بهش میگم والد کودک. بالغ هم که توضیح دادیم مبتنی بر اطلاعات و داستان‌ها و کازالیتی و غیر و زاله که واقعیت بعضی وقتا تلخ میدونی؟ مثلا فرض بکنید که یک روانشناسی میگه من با توجه به تجربیاتم تستایی که از شما گرفتم عرض به حضور شما چی پویه چیزه مثلا آششته سخت تحمل ولی میگه عرضم بزرگتون که آقا برید نه من بذار اینو ببند عرضم بزرگتون عاشقشته ببخش من فکر اینو ببند نه نه بفرمایید من چند دقیقه دیگه اینو ببند. توی این ماجرا
عرض به حضورتون که بالا خودشم گفتم دیگه اصلا از این برایش مال شما مرسی من بر اساس منطق و اطلاعات میریم جلو و تلخی این ماجرا رو باید بپذیریم. بالغ یکی از خصوصیاتش اینه که چون بر اساس واقعیت تلخه و ممکنه که کودک نپذیرتش، اوکی؟ ولی چاره نیست. مثلا حتی من ماجرات یاد که بر شما متفضلم اومدن من به این کشور، واقعا کودک من دوست نداشت بیاد امریکا. آره دوستشم به عنوان توریست بیام بگردم برم، ولی چون میدونستم آخر بیام اینجا بمونم و یه عالمه سختی باید بکشم و کودکم همیشه دوست داره دنبال حال و حول و لذت و ایناست دیگه، سختی دوست نداره، بلا تکلیفی دوست نداره، بیبولی دوست نداره، نمیدونم درس خوندن بعد از این همه سال دوباره دوست نداره، اینا همه کودکی در اون من بود. ولی این به هم میگفتش که، یعنی این در واقع بالغش به این میگفتش که باید کمی صبر کنی، باید صبور باشی، دوباره موقعیت های شده به دست میاد، یکم باید زحمت بکشی برای به دست آوردن و و و و و. پس آینده نگری و نگاه به سمت آینده، نقشه کشیدن، پلنینگ، اینا همه مال بالغ. کودک پلنینگ ملنینگ سرش نمیشه. کودک یه همین الان بده ما بخوریم بریم بکنیم. ولی این میگه سرکن. چرا میگه سرکن؟ بر اساس اون محاسباتی که داره. اون روانشناسی هم که با تجربه از وقتی میخواد مشاوره طلاق بده معمولا 10-15 جلسه طلاق رو میبره میاره. تکنیک بهش یاد میده، آنالیز میکنه، شرح حال میگیره، نمیدونم تکلیف میده، همه این کارا رو میکنه، آخر سر بعد از رولات کردن چندین روش مختلف و تمام تلاشی که بزنش میشه، تازه به فرض اینکه از خودش بهتر همکاری رو نشناسه برای ریفر دادن. یکی از اخلاق، یکی از ملاکای اتیکس در روانشناسی مشاورینه که تو موظفی از نظر اخلاقی به پول جلساتم نگاه نکنی که من نمیتونم 5 جلسه دیگه هم بکشم ازش پول بگیرم و هر جا احساس کردی تموم شدی و دیگه نمیتونی به این کمک بکنی، موظفی ارجاعش بده به یه همکاری که میدونی اون به دلایل مختلف بهتر از تو میتونه کمک کنه. مثلا اینکه با اون راپورت بهتری برقرار میکنه، مثلا اینکه تکنیکایی که اون بلده تو بلد نیستی و و و خیلی چیزای دیگه. پس اگر همه این کارا رو کرد و رفت و این داستانا، باید با بالغش بگه علارغم اینکه تو این 15 جلسه خیلی بهتون علاقمند شدم، خیلی هم با هم جنگیدیم که این مشکل رو حل بکنیم، به نظر من اینکه شما باید از هم جدا بشید، یا به نظر میسه شما از هم جدا بشید بهتره. بلاغت چیزی که من الان به ذهنم میرسه اینه، شما میتونید در مورد دیگه رو هم برای اطمینان بیشتر انتخاب بکنید. به نظر من الان اینه. مطمئن باشید درمانگر سالمی خوشش نمیاد یه زندگی رو از هم بپاشونه. ولی اون داره تو اون لحظه با بالغش نگاه میکنه. علت اینکه اون زن شوهرم رفتن شما رو مثلا سنگین همین بوده. چون خودشون با این دو تا داشتن به داستان نگاه میکردن. یعنی یکی داشت اون که میگه آره تو گنزه تو زندگی من، تو با اون مامانت که اون کارا رو کرد، این نمیدونم اعتیاد کوفتید و و و و، اونم داره مثلا با کودکش مثلا جواب میده که مگه من چیکار کردم، عصبانی و داد میزنه. جایی که میشه این مثلا حرکت اینجاست، جایی که یه آدم بتونه با بالغش به این آدما کمک بکنه، بالغی که درگیر نیست، بالغی که ایموشن آزاده نیست، بالغی که قضاوت نمیکنه، بالغی که مبتنی بر منطق. خب توی کودک والد هم همینه، پیامی که از والد کودک میاد دانتان نرو باید با این پذیرفته بشه و با همین هم جواب داده بشه. بنابراین میگه چشم عزیزم نگرانش نباش، یه ترانزکشن خیلی خوب برقرار میشه، والد کودک به کودک والد، پیکان از اینجا شروع میشه، به اینجا برخورد میکنه، ترانزکشن خاتمه پیدا میکنه، دعوایی هم اتفاق نمیفته. ولی چرا یه وقتا بین یه زن شوهر در این مورد دعوا میشه؟ دانتان نمیری نمیگه برای چی منم مثلا به تو چه رفت داره، تو مگه بابای منی و و و چی داری هست؟ چون اصلا از والد والد میاد، نه از والد کودک. چون که خصوصیت والد کودک نگرانی توأم با احترام و عشقه که به این کودک داده میشه، نه تعیین تکلیف و زورگویی. وقتی ما تو ترانزکشن همون بر اساس اون ستا ملاکی که گفتم، یعنی لح کلمات و زبان بدن، استیت دیگه ای رو به نظر خودمون داریم منتقل میکنیم، ولی چیز دیگه ای داره منتقل میشه، نتیجه اینه که به بخش دیگه ای از شخصیت طرف مقابل برخورد میکنه و اونم با بخش دیگه ای به شما جواب میده و ترانزکشن در بدبستونی بین شما اتفاق میفته که اصلا مورد علاقه هیچ کدوم نبوده، که معمولا هم تبدیل به دعوا و جنگ و اینا میشه و تو دلش هم هیچ چیز به درد بخوری در نمیاد. خب حضرت که ما حالا میخواییم اون سه تا بخش از شخصیت رو یه خود بازترش بکنیم. هنوز هم من فکر میکنم فضای اپام تو این مباحث وجود داره، ولی آرمانم داره کمتر میشه. ما یک تقسیم بندی که داریم به این شکل که میگیم والد رو به حمایتگر و
و سرزنشگر تقسیم بندی می‌کنید و این سرزنشگر رو حمایتگر رو هم به مثبت و منفی تقسیم بندی می‌کنید. بالا تقسیم بندی خاص نداره، یک مدل بیشتر بالا وجود نداره. کودک رو هم همینطور به کودک طبیعی که با ته دستدار و ته دو نقطه به معنی تطابق یافته هست تقسیم بندی می‌کنید. دوباره هر کدوم اینا رو به دو بخشه مثبت و منفی تقسیم بندی می‌کنید. خب این مقدار اینا اکسپنسیو تر شد، بازتر شد، وسیع‌تر داریم به قضیه انسان نگاه می‌کنیم. یعنی این آقای مثلا فرض بکنید حامدی که ما داشتیم راجبش صحبت می‌کردیم حالا یه آدم بزرگسال شده، سه تا بخش شخصیتی داره، هر کدوم از این بخشاش به انواعی تقسیم شده و مجموعاً ما در این آدم 9 تا مدل رفتاری میتونیم ببینیم. یعنی 9 مدل این آدم میتونه رفتار کنه که این 9 تا به ما کمک میکنه ببینیم مثلا ما چه در واقع رفتاری رو داریم میبینیم و چه رفتاری رو میتونیم در ادامه با این آدم داشته باشیم. والد حمایتگر گفتیم رفتارهاش چطوریه؟ مراقبت کننده، تیکر میکنه، اهمیت میده، توجه میکنه، دقت میکنه به اینکه چه نیازی ممکنه خواهرش، برادرش، پسرش، مادرش، همسرش داشته باشه. که این حمایت میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. یعنی میتونه رفتار حامد در مورد مثلا فرض کنید بچه‌ش و همسرش والد حمایتگر مثبت باشه، میتونه والد حمایتگر منفی باشه. با چه مترایی ما میتونیم بفهمیم والد حمایتگر مثبته؟ و با چه چیزی میتونیم بفهمیم والد حمایتگر منفیه؟ یه سری آیتم وجود داره. اون آیتم‌ها ایناست. چقدر اون رفتار به جایه؟ بچه من امتحان قبول نمیشه، بعد گریه میکنه که دوستم لپتاپ مکبوک ایر خریده، برای منم بخره، تو رو خدا گناه دارم، نام دارم میخواد فلان. بعد من میگم باشه، بابایی هست، هیچ وقت نمیذاره تو دچار عقده بشی عزیزم، برات میخرم. ما به این میگیم والد حمایتگر منفی، چون خریدن اون لپتاپ در اون مقطع زمانی با توجه به عملکرد بعد اون بچه و با توجه به مقایسه خودش با یه شخص دیگه که رفتارش متفاوت بوده، رفتار والد حمایتگر منفیه. درست؟ اما اگر رفتاره به جا باشه، به موقع باشه، متناسب با رفتار طرف مقابل باشه، به اندازه باشه، میشه والد حمایتگر مثبت. یعنی چی؟ یعنی که فرض بکنید که بچه شما یا مثلا تینیجره به شما میگه که بابا میشه امروز با من بیای مثلا مسابقه فوتبال دارم منو نگاه بکنی یا مثلا تشویقم بکنی، من دوست دارم تو باشی. خب یه بار از شما خواسته در اون مقطع، تو اون تایم، تو اون مکان شما حضور داشته باشین، ولی معناش این نبوده که این میخواد که همیشه شما مثل چسب به چسب میمین بچه. اینجا میشه وارد حمایتگر مثبت. ولی اگه این پدر یا این مادر شروع کنه همیشه با این بچه بره بیرون، مثلا داره با دوستاش میره مال خرید کنه، بابا بریم من میرسونم، بیا بیا بالا ماشین آماده است، بابا میخوام تنها برم، میگه نه بابا من هستم دیگه، بابا من مواظبتم فلان، در حالی که اصلا اون بچه تو لحظه همچین حمایتی رو نیاز نداره، نمیخواد. اون دلش میخواد آرامش داشته باشه، آزاد باشه، تجربه کنه محیط رو، مخصوصا که تو سن مثلا 17-18 سالگی 20 سالگی هم باشه که دیگه اصلا سمیه. یعنی شما هر آموزش در مورد این که جامعه خودش رو باید حفظ بکنه، خطراتی که ممکنه در کمینش باشه، اتفاقاتی که ممکنه برش بیفته، باید تو اون سن پایین بهش آموزش داده باشی. سن 17-18-19-20 دیگه سنیه که باید یواش یواش بهش آزادی داده بشه و بتونه اینو در واقع خودش هندل بکنه. و سمیترین چیزی اینه که شما یه بچه 20 ساله رو بخوای با ماشین ببریش بیرون، کالج، مدرسه، این برمان. حالا بگذاریم از اینکه اتفاقاتی ممکنه توی اون سن ها بیفته که ریشهش و مشکلش از جای دیگه بوده ها، یعنی حواستون باشه اینا به ذات بد نیستن، از جای دیگه ما داریم ضرر رو میخوریم. حالا بماند ما بعدن رجوع سوال. والد سرزنشگر چطوریه؟ والد سرزنشگر بخشی از شخصیت ماست که میاد شروع میکنه ایراد میگیره از آدم ها، انتقاد میکنه از آدم ها، قضاوت میکنه آدم ها رو، که میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. مثلا در مورد روابط یک زن و شوهر، والد سرزنشگر تقریبا در قالب اوقات منفیه. چرا؟ چون نوع لول ارتباطی یک زن و مرد با این فرض هست که برابره. کسی معمولا برای کسی میره تو والدش که پیش فرض اولش این باشه من از تو بیشتر میفهمم،
هیچ وقت یک زن دوست نداره مردش با والد سرزنشگرش باش صحبت کنه، هیچ وقت یک مرد دوست نداره که زنش با والد سرزنشگرش باش صحبت بکنه، چون که از خصوصیت والد سرزنشگر تهدیده. دیدین بعضی از مردا چه عصبانی میشن زن تهدیدشون میکنه، بعضی از زن چه عصبانی میشن مرد تهدیدشون میکنه. به خاطر چی؟ خاطر اینکه به قول اریک برن بازنواختی از احساسهای دوران کودکی در ما ایجاد میشه. اصلا چرا ما اینقدر تهدید بدمون میاد؟ از بکن نکن بدمون میاد؟ چون تجربه تلخی که از پدر مادر داشتیم در دوباره کلا تازه به این معنا نه اینکه اونا آدمای بدی بودن یا بلد نبودن ما چه رفتار رو نکنن، در بهترین حالتش اینه که شما اگه نگاه بکنید بچه‌هایی که کوچیکن کارهایی رو دوست دارن بکنن که عقلشون نمیرسه اون لحظه براشون خطرناکه، مثل چه میدونم میخی رو بکنن تو پریز برق، خب وقتی تو به زودی رو میکشیش میارش این و این جیغ میزنه و گریه میکنه یا بهش میگی نکن یا سیلی هم میزنی یا ممکنه اگه مثلا خود آدم خشنی باشی سیلی بهش بزنی، احساس بدی از استیت والد پیدا میکنه. برای همینه که ما هر وقت تو روابطمون دوچار مشکل میشیم با والدمون داریم مخصوصا از نوع سرزنش کنه منفیش آسیب میزنیم به طرف مقابل، یا داریم تهدیدش میکنیم، یا داریم بهش باید و نباید میکنیم، یا داریم براش خط و نشون میکشیم بدون اینکه طرف رو انقدر بالغ و انقدر باشعور فرض بکنیم که براش وقت بذاریم با بالغمون استدلال کنیم توضیح بدیم. دیدی چی میگم؟ من میرم پات هم نمیذاری دامتانا، تو حداقل اگر داری صحبت میکنی استیت تو عوض کن، براش استدلال کن، بهش احترام بذار، این نبدور از جون بزه، نه یه بچه 4 ساله است که باید براش اینقدر در واقع پرستیج و ارزش و قرب قائل باشی که با یک استیت روانی بهتر باش حرف بزنی. پس تو وارد سرزنشگر منفی ما یا نابجا رو داریم سرزنش میکنیم یا بیش از اندازه داریم سرزنش میکنیم. مثلا فرض بکنید تو خیلی از کتابای تربیتی میگن یک سرزنش خوب توسط پدر برای بچه شورت اند سویته، یک بار خیلی درخشانه، یعنی وقتی تو بارها به یه نفر یه چیزی رو داری میگی دیسنسیتایزش میکنی، بی‌حس میشه نسبت به اون انتقاد، برای همینه که دیگه ما ارزش نداره. ولی بعضی پدر و بعضی مادر دیدی یه عبوی میبزن هر از چنگاهی بولو که اصلا کنفیکو میکنه بچه هر رو، یعنی اصلا خود بچه تو یه عبوی روی برست که مثلا بابا هم بیرم قهر کرد. چرا؟ چون کم به کار بردتش، به جا به کار بردتش، واسه هر چیزی قیافه نگرفته، واسه هر چیزی تحقیرش نکرد، واسه هر چیزی نزدتش، واسه هر چیزی توهینش نکرد. بعضی بچه‌ها که می‌بینی روابط پدر با بچه یه جورایی کار نمی‌کنه، پدر اقتدار نداره، کلاش پشم نداره، من که قد گفته که بچه اصلا یه گوشش پره. چرا؟ چون والد سرزنشگر رو به دلیل استفاده مکرر بی ارزش کرده، برای همین نتیجهش منفیه. ما برای اون نتیجه مهمه. اگر قرار باشه حرفی که من در مورد یک چیزی در مورد این آقا میزنم منجر به تغییر رفتار این نشه، مثل امر معروف نهی از منکر تو اسلام میگن اگر میدونی یا احتمال میدی نتیجه نمیده اصلا حق نداری بگی، به درد نمیخور. منم مثل والد سرزنشگر منفی، مگه میدونم اصلا نمیخواد الان راجع به مسئله من گوش بکنه برای چی دارم بهش میگم؟ خودم فقط دارم خراب میکنم، این رو هم نسبت به خودم منفی کردم، نتیجه هم نگرفتم، میشه والد سرزنشگر منفی. پس هر زمانی خواستیم بریم تو والد چیزی رو بگیم حتما نتیجهشو چک کنیم، اگه قرار به چیز مثبتی منتهی بشه حتما بگید، ولی اگر احتمال میدید نتیجه نداشته باشه وقت خودتون رو تلف نکنید. بر همین خیلی از انتقادهایی که زن و شوهر از هم میکنن در طول دوران زندگی نشونشون هیچ وقت تغییر نمیکنه، چون استیت رو غلط انتخاب کردن. اگه برن تو بالغ، اگه برن تو کودک تربیت مثبت، اگه برن تو والد حمایت کردن مثبت، حتما نتیجه میگیرن، حتما نتیجه میگیرن. این از اوناست که من حاضرم رو مدارک ثابت کنم. خب شما از این خانواده‌ها که تو ایران نتیجه گرفتن و خیلی هم خوشبختن داری؟ خیلی زیاد. حداقل تو کلینیک مراجعه خودم یا کلاس های خودم. اگه باور داری که یعنی حتی اون چیزی که تو گوشی موبایل من شاگردای سابق من با من همه در ارتباطن. یکی دو تا از استنساشون حتما بهت نشون میدم. یکیشون بود خیلی با من بحث میکرد. نه نمیشه اینا مال کتاباست، نمیدونم اینا نسبی هم میتونم گفت. نمیدونم فلان. یکیشون نوشته که آقای موسوی بعد از 7 سال بالاخره به حرفت رسیدم. ما یه بحثی داشتیم توی یکی از جلساتمون راجع به موضوعی که اونم خیلی دام ککم چیزی نمیشه و صرفا وایساده بود. ولی خب برای من عادی بود، چون من میدونستم که بالاخره این در اون زمان مناسب به اون نقطه خواهد رسید. اینه که باید اینجوری باشه. ما نمیگیم 100% پرسویسیو 100% افکتیونس داره. نه هیچ چیزی نیست.
ولی ما معتقدیم بستگی به میزان تلاش شما برای به دست آوردن سلامت روان، شما مستحق به دست آوردن سلامت روان و زندگی خوب هستید. هر چقدر شما وقت بذارید برای همسرت، برای بچت، رو خودت کار کنید. آخه نمیشه که من بگم من میخوام انگر منیجمنت کار کنم، بعد هیچ وقت هم نرم تلاش کنم کنترل خشم به دست بیارم، بعد انتظار داشته باشم خوب بشه. خیلی هم میان تو کلینیک های مشاوره و روان درمانی هیچ تغییری نمیکنن، میرن بیرون. خیلی هم میان تغییر بسته به خودشونه. اگه من میگم مثلا امروز برید 15 تا از رفتارهای والد حمایتگر مثبتتون رو بنویسید، 15 تا منفی بنویسید، 15 تا سرزنش مثبت، 15 تا سرزنش منفی، آلودی داری درمان میشید. یعنی موقعی که داری مینویسی درمان میشید. چرا؟ چون اول باید خودتو بگیری، کاری که هیچ وقت با ذهنت نمیکردی. من میگم از شما میپرسم 15 تا رفتار حمایتگر منفی تو بگو، به خدا 5 تا شنام بتونی بگی. بزرگترین مشکل صدیه که ناهوشیار در واقع داره. چرا؟ چون ما همیشه برای اینکه بگیم آدمای خوبی هستیم دست به مکانیزم دفاعی میزنیم و مشکلات رفتاریمون رو رپرس میکنیم تو ناهوشیار. ولی وقتی تمرینای از این دست داریم، مجبوریمون دریچه رو باز کنیم، آشغالا رو بیاریم بیرون، انباری رو تمیز کنیم، به درد نخوراشو بریزیم دور، به درد بخوراشو نگه داریم تا بتونیم یواش یواش خونه رو مرتب اصطلاحی که اینجا کارو میگن پاکت تو باید خالی بکن. سختت. من یه چیزی که میدونم وقت تنگه، ولی ما میدونیم تو ایران عادت داشتیم به کتک خوردن، چه از پدر مادر، چه از معلم ها، چه از چه میدونم پلیس. میدونید منظورم شخص خودم نیست، ولی اتفاق افتاده بین همه بوده. دیدیم که معلم ها چجوری رفتار میکردن با فرقا و دانش آموزا. من خودم همیشه به خاطر شیطون بودن هم همیشه یه خطکشی، یه معلم داشتیم خطکشی داشت، یه دونه این دست دست میزده، یه اون دست خیلی هم ملایم میزده، ولی باز این تاثیر روانی که روی انسان میمونه، کتک خوردن ها، حقیر شدن ها، حتی بعضی مواقع میشه انتقال بده آدم اینو به فرزندان خودش. من یادم یه بار کیوان که بچه بود اومدم چیزی بهش بگم انجام نداد، زدم پشتش، سپنگش کردم پشتش. ولی میخوام بگم دیگه بعد از اون من یادم نمیاد که مثلا دست بلند کرده باشم. آرمان که اصلا به هیچ وجه، ولی کیوانم دیگه بعد از اون که تو دوران خیلی طفولیت خیلی سن پایینی بود، بعد از اون دیگه اصلا ما مخالف اصلا دست بلند کردن رو هم دیگه بودیم. همیشه من بچه هم میگفتم مثلا کیوان هم میخواست کاری بکنه با آرمان دستی بزنه خودش بده، من میگفتم به هیچ وجه نباید دست بلند کنیم. فکر میکنیم دست بلند کردن ها و کتک زدن ها که اینجا بهش میگن چی میگن بهش corporal punishment، اینا فکر میکنیم چه تأثیر منفی میذاره و آیا اونایی که تجربهش کردن چجوری میتونن باهاش مواجه بشن؟ خب این سوال خیلی سوال خوبیه، ولی چون الان در این زمان مجالش نیست، من بعد از اینکه این ویدیو قطع شد به شما خواهم گفت جوابشو. بسیار. ولی راه حل‌هایی داره، اما یه تیکش رو جواب میدم. تأثیر حداقل و سریع‌ترین جوابی که میتونم بهتون بدم اینه که ترویج خشونت. شما وقتی یه نفر کتک میزنی، میدونی از اون تجارب انتقال دهنده نسل به نسله. بعضی از تجارب نسل به نسل منتقل میشن. یکیش خشونته. خشونت خیلی سریع از این نسل به نسل دیگه منتقل میشه. یعنی شما کسی رو نمیتونید پیدا بکنی که باباش آدم آرومی بوده و این الان آدم خشنی شده. اگه پیدا کردید من جایزه بهتون میدم. هر آدم خشنی بدون شک، حالا الزاما میگم بابا، منظورم نه فقط بابا، جایگاه بابا، وضعیت معلم این جای رو پر میکنه، خشنه، مثلا خشن خشونت ندیده باشه، امکان نداره. شما حتما آدم خشن خودش قربانی خشونت بوده، شک نکنه. اما اون قسمت این که چجوری میتونه آسیب بزنه باید بازش کنیم که چجوری اتفاق میفته. اما در مورد کودک تطابق یافته و طبیعی هستش، کودک طبیعی فرمتی از کودکی که به صورت خالص پیور هر آن چیزی که دوست داره و لذتی رو که دوست داره میبره. تمام شده. یعنی کسی که مشروب دوست داره، مثلا دوست داره مستی رو تجربه بکنه، رفتن مهمونی مثلا چند دونم یه جای خوشاب هوایی علاقی، بعد قشنگ یه بوت مشروب هم گوشتی تو ماشین برخوش ورده و بدون در نظر گرفتن اینکه اصلا الان اینا چجور آدم هایی هم، میشه اینجا مشروب خورد، نمیشه خورد، سریع در میاره میریزه اونجا شروع میکنه خوردن. یعنی کودکش طبیعیه، هر چی دوست داره همون لحظه انجام میده، فقط به لذت خودش فکر میکنه. یا یه آدمی وقتی عصبانی میشه فقط به تخلیه خشم خودش فکر میکنه، هر چی دهنش دارن یاد میگه، تهدید میکنه، فوشای بد میده، نمیدونم شیشه میشکنه، فقط میخواد خودش آروم شه. یعنی کاملا کودکش طبیعیه. تو هر چیزی ممکنه ما کودک طبیعی داشته باشیم که میتونه مثبت یا منفی باشه.
اگه در جای مناسب نباشه، اگر میزانش زیاد باشه، اگر نتایجش بد باشه، میشه کودک طبیعی مرگ. اگر جاش درست باشه، نتایجش خوب باشه، به اندازه باشه، میشه کودک طبیعی مثبت. مثلا یه آدمی میخواد بخنده، شاد باشه، جوک بگه، این جاش کجاست؟ حتما توی یه مهمونی که همه جمع شدن برای خندیدن شادی، تولد بچه‌ش، سالگرد ازدواجش. حالا همین میزان کودک طبیعی اگر روز خواستگاریش قرار باشه این مقدار جوکو بگه و بخنده و شوخی رو بکنه، حتما توسط خانواده عروس یه آدم احمق بیشعور بیشخصیت ارزم دیوونه تلقی میشه که اومده روز خواستگاری مثلا به پدرزنش شوخی میکنه. بنابراین جا داره کودک طبیعی بر اساس نتایجش میتونه مثبت یا منفی باشه. اون شخص میشه کودک طبیعی منفی، رفتار اون آدم میشه کودک طبیعی مثبت یا کودک طبیعی منفی. تحت با قیافته چیه؟ یعنی تو بخوای کودکی بکنی، احساسهایی رو تجربه بکنی، ولی به خاطر حضور والد سانسورش کنی. اگه این سانسور بیش از اندازه باشه، اگر یه والد درونی تو شخصیت هی به تو گیر بده نکن، این کار بده، اون کار زشته، اون کار گناهه، این کار فلانه، و این اندازه حدش زیاد باشه، غیر منطقی باشه، متناسب با محیط نباشه، طوری باشه که در نهایت تو جوری ارزیابی بشی که یه آدمی هستی که راحت نیستی، همش رو در وایستی داری، سانسور، خود سانسوریت بالاه، شما کودک تحت بایافته منفیت خیلی قویه. بنابراین اینو باید درستش کنی. یکی از مثال‌هاش آدمایی هستن که خیلی نه راحت نمیتونن بگن، برای همین خیلی خوب از اینا میشه سوء استفاده کرد. پول قرض بگیر در حالی که خودش پول احتیاج داره، برو خونش دو ماه دو ماه بمون، ماشینشو قرض بگیر و بزن داغون کنی، چی بده نمیگه. چرا؟ چون فکر میکنه اگه خشمش رو نشون بده و دیگران رو ناراحت بکنه آدم بدیه یا بی‌معرفته یا هر چیز دیگه. یعنی اون احساسای کودک که درونش مثل نشون دادن خشم و اعتراض رو همیشه با یه والد سرزنشگر منفی تو خودش میکشه. بنابراین تبدیل میشه به شخصیتی که کودک تطابق‌یافته منفیش بالاست. کودک تطابق‌یافته مثبت چیه؟ یعنی در این حال اینکه کودکی میکنه و خودش رو با قوانین والد یا بالغ تطبیق میده، تطابق‌یافته یعنی تطبیق میده، نتیجهش هم خوبه، به اندازه است، به جای متناسبه. باید اینجوری باشه. فرض کنید که من میخوام یک سفر 3-4 ساعته با مترو از بالتیمور میام اینجا یک کلاسی رو اجرا کنم. خب راه طولانیه، هوا کمی گرمه، مسافت زیاده. من چه نوع لباسی رو میتونم بپوشم؟ نه اونقدر راحت که یه رکابی و شلوارک باشه بیام اینجا، نه اونقدر رسمی و سخت که انگار دارم میرم عروسی. چیزی بین اینا، در واقع چیزی که امروز پوشیدم. این میشه تطابق مثبت. حالا اگه من می‌خواستم یه شلوارک و رکابی بپوشم، این دیگه میشه چی؟ مخصوصا تو جلسه اول که ما همدیگه رو اونقدر نمی‌شناسیم و ممکن اصلا این رفتار من توهین‌آمیز باشه. بله، وقتی من سیستم شناخت شما رو ارزیابی کردم، این میزان از صمیمیت بینمون حاکم شد. اون موقع اون وقت رو من قضاوت نمی‌شد. شما هم با من راحت بودین، من رو هم می‌شناختین و می‌دونستین این رفتار من خوده، اگه توهین نیست و فقط میزان بالا صمیمیتمون رو می‌دونستین، اون موقع داستان فرق می‌کرد. مخصوصا در فرست ایمپرشن خیلی مهمه. اینا توسط بالغ آنالایز میشه. وقتی ما این آنالایز رو انجام دادیم، اون وقت مختاریم یکی از این 8 تا رو انجام بدیم. مهمه که تو انتخاب بکنی، حتی منفی رو. یعنی ما این حالت ها رو ناخواسته سرم بکنیم. هیچ کس دوست نداره این 4 تا رو داشته باشه. ما حتما اون 4 تای مثبت رو دوست داریم. ولی بعضی وقتا دستمون در میره. مهم هم نیست، مهم اینه که تکرار بشه. بالغ هم میتونه منفی هم داشته باشه؟ اصلا. اگر شد منفی دیگه بالغ اسمش نیست. بالغ هیچ وقت منفی نیست. بالغ یه حالت داره، اونم بالغ. همیشه هم فرمت عاقلانه و درست، مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر اطلاعات، مبتنی بر علم روز، مبتنی بر روابط علمی و معلولی، مبتنی بر بیان. حتی اگه کار اشتباه باشه نیت مثبت بوده هست. یعنی چی؟ یعنی اگه بالغ مثلا باعث میشه که آدم یه تصمیم اشتباهی تو زندگی بگیره بر اساس تجربه‌ای که کرده، بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، ولی بعدا متوجه بشه این کار اشتباه بوده به این دلیل بمب زد. اون موقع دیگه میتونیم بگیم اون روز فکر میکردی بالغانه بوده ولی بالغانه نبوده. خب سوال؟